بان با پاک اشرف بیا و آل تابع و ناصر ایشان و با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به مطالب این هفته اشاره خواهیم کرد و امیدواریم که مثل برنامه های گذشته مورد هدایت و حمایت و عنایت شما قرار بگیرد در جلسه گذشته در مورد اخلاق صحبت ما به پایان رسید و در این جلسه تصمیم داشتم که بیشتر راجع به اخلاق با شما صحبت بکنم در ارتباط با روح و نفس و میگذارم این مطلب رو به هفته آینده که مطلب مهمتری که تعهد هفته قبل بوده که اشاره کوتاهی اقل به یکی یا دو آیه از سوره شریف نجم بشود در این جلسه مدتی از مراجعه مستقیم و انصاری به قرآن نداشتیم اما یک توضیح مختصری قبل از ورود به این مسئله حضور شما عرض میکنم و اون این است که باز هم سوالات فراوانی که بسیار هم مهم است این سوالات مطرح شده در مورد ارتباط قرآن با تاریخ با حدیث با شان نزول و با روایت و با خبر و یا اخبار به نظر من وقتی که در هر جایی هر جلسه هر مجلسی یا هر شبکه‌ای که این صحبت ها مطرح می شود بایستی که فرصت پاسخ داده بشود که این مطالب مورد تردید و شک قرار نداشته باشد و قرار نگیرد و ادامه پیدا نکند برای روشن شدن هر موضوعی وقتی سوالی مطرح می شود باید پاسخ اون هم داده بشود و طور کلی سوال کننده هم میشه برای خودش این مسئولیت رو ایجاد میکنه که در مقابل پاسخی که به او داده می شود توضیح و تشریح موضوع زمان می خواهد و این زمان باید فراهم بشود به طور کلی شعن نزول یا تفسیر و تاریخ و حدیث البته که همه اینها وجود دارند و البته که اینها در برداشت دینی ما ممکن است که مؤثر واقع شوند ما را هدایت کنند یا ما را منحرف کنند اما هیچ یک از این مطالب دارای اصالت قرآنی و الزام واجب نیستند در واقع و این همه اختلاف که در متون تاریخی و حدیثی و همینطور در مبانی شعن نزول دیده می شود همه اینها دلیل بر عدم تضمین اطلاق صحت اونهاست و در مورد صحت و صغم اونها مطلب بسیار است چون همین حدیث ها با هم دیگه متضاد هستند و در بسیاری از موارد تواریخ مختلف با هم تباین دارد اخبار مختلف با هم تباین دارد شعن نزول و همین طور تعبیر و تفسیر هایی که شده است نقل قول هایی که شده است روایت هایی که شده است همه اینها در اختلاف است فراتر از این باید برویم و بگوییم اساس تشکیل مذاهب غیر و برخلاف نص صریح قرآن عمل کردن و در واقع محاربه با خدا کردن در ایجاد تشکیل مذهب در کنار دین آثار و نتایج برداشت های تفسیری و اتکای انحصاری و مستقل به تاریخ و حدیث و روایت و شان نزول است به عنوان مثال وقتی در قرآن نکاح رو نوعی عقد و قرارداد معرفی می کند و روابط نکاهی رو تابع شروط عقد معرفی می کند و برای عقد نکاح شرایطی مثل ذهنیت کامل و جسمیت بالغ اجبار و الزام می کند و بعد ما در حدیث و تاریخ اشاره می بینیم به نوع نکاهی از طرف حضرت رسول اکرم که در تناقض با این قانون به نظر می رسد و شرط بلوغ در اون رعایت نشده و بعد وقتی نگاه میکنیم به قرآن که در سوره نجم که قریبا به اون خواهیم پرداخت می بینیم که در واقع اسمت پیغمبر در اونجا تضمین شده است پیغمبری که دارای اسمت است یعنی خطا نمی کند و اشتباه نمی کند و بعد نگاه میکنیم که بر اساس این خبر و بر اساس این حدیث پیغمبر مرتکب یک فعلی شده است که معادل با زنا محسوب می شود از دیدگاه قرآن خروج از همه ضوابط و قوانین قرآنی است برای ما چاره باقی نمی گذارد که یا قرآن از اصالت و پایه و اساس مردود تلقی بشود و یک سر اصالت قرآن منتفی اعلام بشود و یا اینکه این احادیث و این اخبار و این شعون نزول و این تاریخ و این روایت باطل اعلام بشود. باز هم تکرار میکنم که به هیچ عنوان قصد ما در این برنامه رد هیچ مطلبی نیست همه مطالب بایستی معاینه بشوند و همه مطالب بایستی که با قرآن تطبیق بشوند مطالبی که ارتباط با قرآن اعلام می شود در اونها مطلب پایانی که به صورت مختصر در برنامه امروز عرض می کنم تا در جلسه آینده باز هم در پس اخلاق مقدمتا به اون بپردازم موضوع کفایت و موضوع تمامیت و موضوع کمال و شمول در قرآن است که قرآن به علت اینکه دارای شمول کامل و کفایت کامل است کتابی است تضمین شده در اینکه اساس او بر مبنای اطلاق صحت باقی بماند و از دست برد مسون باشد و کتابی است که از نظر تبیین دارای کفایت است و از نظر استقلال مستقنی از جوانب امدادی جنبی است و چنین کتابی اگر متکی به مباحث فرعی باشد یعنی اگر کار خدا و آیات خدا مشروط به آیات و آثار و کارها و افعال انسانها باشد یعنی در واقع متکای اصالت خدا و آیات خدا احادیث انسانی و احادیثی باشد که به وسیله انسانها تهیه شده در واقع نغز غرض می شود و با هیچ منطقی تطبیق نمی کند اگر به عنوان مثال روزی همه این احادیث از بین برود چون تضمینی ندارد اینها تضمین الهی ندارد و این همه تغییر و تفاوت و زدیت و تباینی که در این آثار دیده می شود که همونطور که ارز کردم مبنای تشکیل مذاهب مختلف همین تفاسیر و شون نزول هستند اون وقت انسان از خودش سوال می کند که اگر اینها از بین رفتند آیا قرآن دارای کفایت تفهیمی و تبیینی باقی دا هست میماند یا قرآن قابل تبیین و قابل تشریح و قابل تفهیم و تفهم نخواهد بود و ایراد چنین اتهاماتی به ساحت مقدس قرآن تصور میکنم برای هر بیننده و برای هر انسانی که مختصری از منطق برای او باقی مانده باشد امور صحیح و درست نیستند قرآن دارای کفایت است و مستقل از این مطالب جنبی قادر به انجام وظیفه است به خصوص که قرآن آسان و سهل نازل شده است برای تفهیم، برای تفهم، برای تعلیم و برای تعلم و کسانی که قرآن رو متکی به حدیث می کنند در واقع سلب اصالت و انتفاع اصالت از قرآن می کنند. و این افراد باید پاسخگوی بدآموزی و قصد اونها در ایجاد انحراف باشند و ما در مورد موضوع روح و نفس و فطرت و قدر و انزال و آیات مطالبی در جلسات گذشته گفته شد و غیر از موضوع اخلاق که قرار بود که در این جلسه مطرح بشود و به علت اهمیت موضوع بعدی و اینکه شاید بتوانیم که مطلب بعدی رو به یک جایی برسانیم موضوع اخلاق و متکای اخلاق رو واگذار به هفته آینده می‌کنیم میپردازیم به سوره پنجاب و سوره النجم یا سوره نجم از کلام الله مجید از آیه اول شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام اللهی که دو صفت فائلی از او معرفی می شود که صفت رحمان و صفت رحیم است صفت خلقت است ایجاد است و صفت دوام و استمرار است که می آفریند و آفریده خیش را پاس می دارد مهر به معنای هستی و به معنای وجود خداوندی که مهرافرین است و خداوندی که مهر بان است خداوندی که پاسدار مهر است و آفریده آفریدگار مهر در آغاز آیه در آغاز سوره اشاره می شود به و نجم از هوا نجم امروز با دوستی صحبت می کردیم و یکی از بزرگترین ادیبان معاصر و یکی از بزرگترین دانش آموزان راه امر به معروف که یکی از بهترین ترجمه های قرآن رو با جمع آوری خلاصه معتبرترین تفاسیر در پاورقیان آوردند و کوشش یک ربع قرن ایشان در معرفی و شناخت عرفان از منظر حافظ یکی از کارهای کم نظیر و پرشکوه ایشان است صحبت می کردیم با دوستی از دوستان ایشان معرفی یک زبان سومی که نقش داور و در واقع قاضی داشته باشد در تعمیم تفهیم لغات قرآنی برای درک مفاهیم قرآنی شاید یکی از کارهای بسیار مهمی باشد که باید مرسوم بشود به همین مناسبت ما ضمن اینکه به کتب مختلف در واقع لغت معنی عربی به فارسی مراجعه می از بزرگان از یکی دو معخذ بیطرف غیر فارسی و غیر عربی هم استفاده می مثل دیکشنری معروف و با عظمت لین لکسیکان که بزرگترین و معتبرترین تحقیقات رو در واجه های قرآنی و ترجمه اون به زبان انگلیسی کرده است این است که وقتی به ترجمه اونها به انگلیسی نگاه میکنیم و از انگلیسی دو مرتبه به عربی و فارسی برمیگردیم می‌بینیم که مفاهیم قرآنی بهتر آشکار و معین می‌شود نجم در زبان عربی به معنای به انجام رسانیدن کامل کردن تحصیل کردن حاصل نمودن به وجود آوردن و ساختن است میدانید که من شخصا به عنوان یک طلبه محقق چون از منطق برخوردار هستم من هیچ مطلبی رو بدون دلیل نمیپذیرم و این معانی که برای لغت نجم در همون فرهنگ انگلیسی که عرض کردم وجود داره همینطور من این معنی لغات رو به صرف اینکه هر کسی گفته باشه شخصا نمیپذیرم مگر اینکه دلیل و شاهدی ارائه بشود و تک تک این مفاهیم این واژه ها در اون فرهنگی که اشاره کردم لین الکسیکان در ادبیات قدیم و جدید عرب ذکر شده است در آثار ادبی در اشعارشون در متون ادبی اونها این مفاهیم با این لغات آمده و در واقع این متونی که ارائه شده در اون فرهنگ نشان دهنده وجوه اثباتی و استدلال بر قاطعیت این مفاهیم است که در واقع این لغات و معنی این لغات رو در جملاتی که از کتب معروف گرفته شده نشان می‌دهد و مراجعه به اون برای همه کسانی که در سطوح مختلف در قرآن تحقیق می کنند بسیار مفید خواهد بود شواهدی عرضه می کند که نجم معنای ظاهر کردن می دهد معنای به انجام رسانیدن کامل کردن سر زدن بالا رفتن طلوع کردن مجری ساختن یعنی به جریان انداختن مبادرت کردن دنبال کردن موفق شدن پیشی گرفتن و جایگزین کردن معنی می دهد. در لغت هوا هی کوچک واب و الف مخصوره یا یا باید توجه داشت که معمولا هوای با هواعت اشتباه نشود که هواعت یا یهودا به معنای یهودی شدن به معنای هدایت شدن یهود یعنی هدایت شده به معنای رجعت به تکلیف و به معنای رجعت به میساق از طریق آرامش و از طریق قدم های آهسته معنی میدهد به بیان دیگر اون ریشه معنی خزیدن معنی رجعت کردن اصلاح شدن و توبه کردن میدهد اما حویه با او یک تفاوتی دارد تفاوت در حمزه یا علفی دارد که در اونجا هست و همینطور حرف دال اما قبل از اینکه باز به این لغت برسیم لغت نجم غیر از مفاهیمی که برای او بیان شد اشاره به جزئی از ستاره های آسمان است و همینطور در مفهوم جزئی معنی ستاره آسمان می دهد، معنی کره آسمانی می دهد چه کره ثابت باشد نسبت به ما چه کره سیار باشد هوا به معنای دوار بودن به معنای مدار داشتن به معنای دورانی بودن به معنای منقلب و متغیر شدن به معنای سرعت به معنای تسریع به معنای پیچش گردش و چرخش است همینطور هوا به معنای رد شدن دور شدن تمام شدن صرف نظر کردن بازگشتن سقوط کردن و زمین خوردن پایین آمدن متلاشی شدن ویران شدن سامان از دست دادن یا بی سامان شدن ناپدید شدن فاصله گرفتن از نظر دور شدن پایین آمدن نیاز داشتن هوا همچنین به معنای اشتها به معنای شیدایی به معنای وابستگی به معنای گرسنگی به معنای مفتون شدن همینطور به معنای مسهور شدن مجنون شدن تشنه شدن مصرف کردن مجذوب شدن اسیر شدن دنبال رفتن تسلیم نیاز شدن و خودفروشی معنا میدهد به طوری که در متن آیه ملاحظه می شود از لغت نجم و از لغت هوا به نوعی دیگری در ارتباط و اتصال این لغات مفهوم, مفهوم و معنا استخراج می شود مفهومی که از هوا در ادبیات قالب استفاده می شود بیشتر معنی هوس و معنای هوا به معنی آرزوهای نفسانی و قرائز نفسانی و کششهای ممنوع نفسانی و بیارزش معنا می دهد. لغت نجم بهتر باید شناخته بشود تا در ارتباط با مفهوم صحیح هوا مورد استفاده قرار گیرد. نجم به معنای ستاره و کره آسمانی است که جمع آن انجام و یا نجوم می شود. نجم هم به معنای ستاره هم به معنای کهکشان هم به معنای آسمان و هم به معنای کائنات و عالم ماده و جهان هستی و ساختار و پدیده موجودیتی است که از زمان و مکان برخوردار است نجم در زبان عربی در بعد کائنات به یک رشته و به یک دسته از موجودات سماوی متحد العادت و متحد النمود اطلاق می شود در اینجا به طوری که ملاحظه می کنید و قریبا اشاره خواهیم کرد اشاره ظاهرا به یک رشته هفتگانه از ستارگانی است که در منطقه به زبان لاتین تورس قرار دارند که نام یک خوشه و زنجیری از ستارگان آسمان است که نام آن در ریشه و ادبیات بابل دیده می شود برای یونانیان این لغت لغت تورس به عنوان گاو خونی یا گاو خشمگین شناخته می شود و گاوی که چشمانی برنگ خون و دهانی آماده بلعیدن و دریدن و همینطور پاهایی که به صورت سوم خیلی تیز و براق و کشنده قرار داره داستان این هفت ستاره داستان قدیمی و اسطوره‌ای بابل است که به هزاران سال قبل باز می‌گردد و می‌بینیم در ادبیات قدیم سرزمین کنعان و سرزمین اروپای امروزی که جوپیتر این گاو را به معشوق خود به نام اروپا تقدیم می کند و ملکه زیبای او بر این گاو سوار می شود و به دنیاهای دیگر سفر می کند در ادبیات قدیم اقوال سومر بابل کلده آشور و آکاد تورس اشاره به شکوه و جلال و قدرتی است که از مهربانی و رحمت بسیار فاصله دارد تورس و یا گاو و یا به زبان عربی سور با سه نقطه اشاره به یکی از صورتهای فلکی است که در منطقه البروج قرار دارد و دارای یک ستاره درخشانی است که چشم خشمناک و خونین سور یا گاو خونی یا گاو وحشی رو نشان می‌دهد. میدانیم که در اصطلاح نجوم و هیئت به درخشندگی و فروغ و نور در ستاره اصطلاحاً قدر میگویند گروهی از ستارگان که به شکل عدد هفت که از نزدیکی منطقی، به نام قلاعص شروع می‌شوند و این هفت ستاره در واقع صورت گاو خشمناک رو می‌سازند وقتی به آسمان نگاه می‌کنید صورت اون گاو از این هفت ستاره، خطوط صورت اون گاو تشکیل شده و این مجموعه ستاره ها یعنی در واقع فاصله منطقه البروج در برج سور با زمین 65 سال نوری است این هیئت هفت ستاره ای, ای در آغاز زمستان به پایین ترین و بزرگترین و مرئی ترین سطح خود می رسد و کاملا قابل رؤیت است و همینطور رؤیت او به ترتیب کم می شود و فاصله او به ترتیب از ما زیادتر می شود تا جایی که تقریبا بین اول زمستان و اول تابستان دیده نمی شود در فاصله بین این دو و دو مرتبه کم کم پیدا می شود و در آغاز تابستان در واقع به بالاترین حد خودش و در آغاز زمستان به پایین ترین حد خودش می رسد شاخه هایی که این خوشه رو تشکیل میده به زبان فارسی خوشه پروین نام دارد و خوشه پروین تقریبا شبیه دو اسخر است ولی کوچکتر و فشرده تر از اون هست خوشه پروین در ادبیات باستانی به نام خواهران اطلس نیرومند معروف هستند که جبار شکارچی به دنبال ایشان بود و برای نجات از دست او این هفت خواهر به صورت هفت کبوتر در می آیند و در اطراف شانه گاو گاو سور در منطقه سور در برج سور در واقع طلب پناهندگی یا تأمین می کنند و در اونجا ساکن می شوند همونطور که عرض کردم ماه آذر بهترین زمان برای رؤیت صورت فلکی نجوم سبعه هستند که همزمان غروب خورشید از مشرق طلوع می کنند و در حوالی نیمه شب به اوج خود می رسند و در قسمت ناهیه ای که عربستان امروز وجود دارد در این زمان در کره زمین بهترین رؤیت از این هفت ستاره با چشم غیرمسلح و اوریان به عمل می آید می دانیم که کره ای که اطراف ما هست یعنی ما اگر در مرکز یک کره ای قرار داشته باشیم که محیط اون کره در واقع اطراف ما باشه این منطقه کره رو به دوازده بخش قسمت کردند و هر قسمتی از این بخش که یک مسلسی رو تشکیل میده در واقع یک مخروطی رو تشکیل میده یک منشوری رو تشکیل میده یک برج محسوب میشه که مجموعه این دوازده برج در واقع حجم این کره رو پر می کنند و به این تقسیم بندی و به این حجم منطقه البروج میگویند می گویند که تقسیم می شود به حمل و سور و جوزاب و سرطان و اسد و سنبله و میزان و بقیه اینها که یکی از این برج ها یا یکی از این ماه ها سور هست یکی از این مناطق نجومی و نجم یا این هفت ستاره ای که اعراب در اون زمان یا کسانی که مقیم اون منطقه از زمین بودند بهترین رؤیت رو نسبت به اون داشتند در واقع نجوم سبعه هست که اشاره نجم میتواند به اون ستارگان باشد همینطور در ادبیات عرب به این هفت ستاره امرات المسلسله یا زن بر زنجیر در واقع در صورت های فلکی اسم میبرند و در علم نجوم و هیئت امروز آدرس و جایگاه این هفت ستاره رو از طریق دو منطقه دیگر که ذات الکرسی و منطقه دیگری است می توانند که موقعیت این هفت ستاره رو به صورت دقیق پیدا بکنند عبدالرحمن صوفی رازی با چشم مسلح برای اولین بار محل این صور سماوی رو با ارتباط با ذات و کرسی معین کرده است قصدم این نبود که در این طول نسبت به مفهوم این لغت و امکان شمولش با شما صحبت بکنم اما به علت اهمیتی که در آیات بعدی از این قضیه استمداد خواهد شد فکر کردم که این موضوع مهم باشد مقدمتا ذکر این مفهوم برای این لغت تقریبی است از جزب کل از ماده به معنا و اشاره به عالم هستی و همینطور کائنات مادی و همینطور تداوم سقوط و صعود آن که میدانیم که به چشم انسان غیرمسلح معمولی عامی مثل من وقتی که با آسمان نگاه می کند در شب روشن و بدون ابر که اکثرا هم ابر در اون منطقه وجود ندارد ملاحظه می کند که به نظر می آید که این ستارگان در حال سقوط هستند در حال فرود آمدن هستند و اونقدر پایین می آیند در اون منطقه که انسان احساس وحشت می کند که نکند این ستارگان واقعا در حال سقوط و در حال افول هستند در حال سقوط به زمین هستند و بعد همین ها رو می بینند که در اثر گذشت زمان و فصول مختلف در حال بالا رفتن و ناپدید شدن هستند یعنی هم بالا می روند هم ناپدید می شوند هم پدیدار می شوند و هم سقوط حاصل می کنند یا حرکات شبیه به سقوط ایجاد می کنند قبل از اون که به ادامه تشریح واجه های این سوره بپردازیم در آغاز این سوره و نجم ازا هوا از لغت واو و استفاده کرده است در این کتاب و به معنای سوگند ذکر شده است در قرآن برای کلمه سوگند لغت دیگری هم هست قسم که از اون هم استفاده می شود و به نظر من در قرآن هیچ دو لغت عینا متشابه ریاضی وجود ندارد یعنی اگر و و قسم هر دو یک مفهوم مشابه موازی ریاضی می داشتند ذکر یکی بیهوده بود و باعث ازدیاد حجم قرآن میشد و این کار به نظر من مردود بود این است که باید دقت بشود و تحقیق بشود و تفاوت لغات مشابه که از لطف خاصی برخوردار است و منافع بسیاری هم دارد کاملا تشخیص داده بشود واو با تلفظ و مجموعه معانی است که به عرض شما میرسانم یعنی تک تک این لغات رو در ذهن خودتون جا بدید روی اون فکر کنید از اون یک مفهوم و در واقع یک وجه استعمال و کار بردی بسازید و بعد معنی لغت دوم، سوم، چهارم تا به پایان برسید مجموعه اینها را که با هم جمع بکنید معنی و داده می شود دیگران ممکن است قادر باشند به نحو دیگری معنی کنند اما ضعف کمبود بزاعت علمی من مانع از آن می شود که این لغت رو بتوانم با یک لغت دیگر معنی کنم یعنی بگویم که معنی واب در اینجا این است که و نجمه یعنی سوگنده به نجم چون نمیتوانم اون ترجمه رو در اینجا تقدیم کنم ترجمه این رو واگذار به شما می کنم اما مفاهیمی که در ادبیات عرب بر اساس شهود موجود و بر اساس استنادات موجود می شود به اون اشاره کرد مجموعه و امتزاجی است از این مفاهیمی که به عرض شما میرسه که هر کجا در قرآن از آغاز تا پایان با کلمه و چون دیگه حرف نیست حرفی است که در جای واژه به کار برده می شود بنابراین کلمه است هر کجا که با این لغت آشنا میشوید و برخورد می کنید مفهوم اون رو بدانیم و چون این لغت بارها در قرآن تکرار شده می ارزد که انسان وقتی صرف کند دقت کند که هر کجا که واو با فتحه در قرآن می آید انسان به مفهوم واقعی اون به نسبه آشنا شود به اندازه ای که شعور من اجازه می دهد. دیگران هم هستند که مفاهیم عالی تر و گسترده تری از همین لغت رو برداشت می کنند و استنباط می کنند. اما بر اساس شواهدی که موجود است و اون استنادات موجود ادیبان ادبیات عرب است و به معنای تقدیس تقدیس به معنای تخلیص و به معنای تلخیص هر دو به معنای تقدیم تطهیر تسبیح تقدیم تحکیم تأکید تصریح تقدير، تشخیص تعظیم و تعهد اصرار اعتلاع و ارتقاء حمایت قبول و تعهد تحسین و تکمیل و تحویل و تشکیل یک امر رو اگر همه این مفاهیم رو جمع بکنیم معنای واو با فتحه می دهد که برای آسان شدن کار از آن به نام سوگن نام میبریم اما واقعا سوگن نیست یعنی مطالبی که بعد از این میآید آید از تقدس برخوردار است و خلاصه آن ذکر می شود و خالص آن ذکر می شود چیزی است که به شما تقدیم می شود چیزی است که تطهیر شده چیزی است که پاکسازی شده تحکیم شده تأکید شده و بر اساس آزمایش و بر اساس صحت استعمال اون تجویز شده و در بربدارنده آثار و نتایج بسیار با اهمیتی است که دقت فراوان نسبت به مبتدا و خبر و آغاز و پایان و مطلب و نتیجه جمله در دل جمله هست که می باید توجه کافی به آن بشود و به این لحاظ تأکید و تصدیق و امضا و مهر تأکیدی خدا را بر جمله دارد و هر کجا که ما با این لغت مواجه می شویم بیش از حد معمول دقت و توجه و عنایت لازم است که به یکی از قوانین پایه و اساسی قرآن در حال تقابل هستیم و یکی از پایه های منطقی سازمان و ساختار قرآن رو در اختیار داریم و مشغول فراگیری و تعلم از یکی از مبانی اصولی حکمی حکمتی قرآن هستیم که فراموش کردن اون و از یاد بردن اون و دقت نکردن به اون باعث می شود که بقیه مطالب قرآنی با اشکال و صعوبت انجام بشود اما دقت و توجه به اختار و آگاهی دادن هویت و به معنای چیزی که خداوند نسبت به اون سوگن یاد می کند یعنی تایید و تصدیق اهمیت او رو می کند و صحت او رو تایید می کند و بر اساس اون قانونی به وجود می آید بر مبنای منطق که این قانون در فهم حکمت قرآن بسیار یارا و مساعد خواهد بود و نجم ازا هوا صحبت قسم شد در قرآن راجع به قسم های قرآن در جای خود صحبت خواهیم کرد اما قسم بیشتر به معنای تقسیم و تسهیم و تکلیف تعیین تکلیف و اختصاص جزئیات و وجنات استعمالی یک موضوع در واقع مطرح می شود وقتی که می قسم می خورم، یعنی سهم اهمیت و در واقع وجوه استعمال و تجویز و توجیه یک امری رو بیان کردن قسم نام دارد در مورد اون با شما بیشتر صحبت خواهم کرد اما هم قسم و هم واو با فتحه هر دو معنای دقت و تأکید و توجه به استنتاجی که حاصل می شود دارد هر کجا که قسم یا واب می آید با فتحه در واقع اشاره می کند آگاهی می دهد خبر و بشارت می دهد نسبت به یه وقوع یک نتیجه و یک منطق و یک حکم عام و کلی و قاطع که از این عبارات به وجود می آید. با توجه و عنایت به موضوع قسم و به موضوع واو با, با فتحه میفرماید که ستاره یعنی نجم در زبان عربی و یا جمع ستارگان که مفرد و جمع او هم در نجم استفاده شده و چون نجوم سبعه در واقع همونطور که ارز کردم نمایشی هستند از تفکرات و از اجرامی که قابل رؤیت هستند و از فراز و فرود اونها در منطقه باز عربستان می شود که با چشم غیر مسلح مشاهده کرد خداوند میفرماید سوگند به ستاره چون فرو می افتد و یا چون فرو می ریزد و یا ناپدید می شود قسم به ستاره چون فرو می آید و چون ناپدید می شود ما زل گمراه نیست صاحب کن در بسیاری از ترجمه های قرآن دیده شده که صاحب رو به فارسی صاحب معنا کردند و در دو ترجمه دیده شده که مالک معنا کردند بسیار جای تاسف است در کتابی که اساس او ناموس قرآن بر اساس سلب مالکیت انسان بر انسان است و اون وقت کسی که کار ترجمه قرآن رو به عهده می گیرد یک انسان معمولی مثل رسول اکرم که صلوات حق بر او باد چنین انسانی رو مالک انسانهای دیگر قلمداد می کند و این اتهام و افترا رو به متن قرآن وارد می کند. دیگران که کلمه صاحب رو به فارسی معنا کردند باید می که منظور از ترجمه تبدیل و تغییر لغات و تغییر حروف نیست ترجمه علمی است که مطالب را به زبانی که ترجمه می کند قابل درک و استنباط مشترک با مفهوم اصلی در زبان اصلی می سازد یعنی هر برداشتی که یک عرب زبان از کلمه صاحب دارد باید که یک فارسی زبان هم همون برداشت رو از ترجمه اون لغت داشته باشد تا ترجمه صحیح باشد تا ترجمه صادق و سالم باشد برداشت یک فارسی زبان از لغت صاحب با برداشت یک عرب زبان از لغت صاحب یکی نیست سهل است مخالف هم هم هست در مقابل هم قرار می گیرد توضیح خواهم داد و ما قوا زل زل زلالت به معنای گمراه شدن به معنای منحرف شدن به معنای خطا کردن به معنای قافل شدن و قفلت ورزیدن بی توجه بودن بی دقت بودن بدون عقل و با بی عقلی کار کردن قوا خودستا بودن نامهربان بودن نامسمم بودن بیاساس بودن بیاستناد بودن غیر مستدل بودن غیر مبین بودن تاریک بودن مشکوچ بودن و لغاتی نظیر این است قوا به معنای قسمت اول جوانی رو در زبان عربی قوا میگویند یا نوجوانی همینطور قوا به معنای شکم و شکم بزرگ است کسانی که شکم بزرگ دارند میگویند اینها قوا دارند همینطور قوا به معنای اشتهای کاذب و اشتهای بیمورد است در واقع اشاره به خواستن و آمال بی اساس برای کسب قدرت و کسب ثروت و کسب شهوت است ما زلّا. نیست گمراه نیست منحرف نیست خطاکار نیست بیتوجه نیست قافل نیست صاحب غفلت نیست بدون عقل و نیست بدون درایت و صداقت و نیست بدون معرفت به آن چه میگوید و نیست شکم پرست و نیست شهوت پرست و نیست ثروت پرست و نیست قدرت پرست و فاقد اشتهای کاذب است فاقد نفسانیات مزره است نفس اماره او به نفس مرزیه رازی یه مبدل شده است و از طیبات نفسانی روحانی برخوردار است خطا نمی کند بسیاری از مفسرین این آیه رو دلیل بر اسمت پیغمبر می دانند. یعنی وقتی که صحبت معصوم و صحبت اسمت مطرح می شود اسمت به معنای تقدس نیست اسمت به معنای خروج از خطا و عدم توان و استطاعت انجام گناه و اشتباه و سخن ناروا و کجروی و وقوع در زلالت و گمراهی است این خصوصیات معنای اسمت است و این آیه معید وجود اسمت در وجود شریف رسول اکرم است قسم می خورد خدا به چیزی که قابل لمس و قابل درک است برای مخاطب اون زمان و مخاطب این زمان با همه توضیحاتی که داده شد و باز هم داده خواهد شد که پیامبر نه دارای زلالت است و نه آنچه میگوید از روی قواست نه خطاکار است نه منحرف نه بی توجه نه بی دقت نه بی عقل نه خود ستا نه بی خبر نه بی اندیشه و سخنان او نه غیر مبین است نه تاریک است نه مشکوک و نه به دل بخواه و نه بی اساس و نه بی هوده و نه با سوء نیت از مفاهیمی که ذکر شد چنین برمی آید که در واقع یکی از بزرگترین تزمین هایی که در قرآن برای صداقت و برای عظمت و برای صحت یک امر صادر شده است در مورد رسول اکرم صادر شده است اما این مربوط به شخص رسول اکرم نمی شود قرآن خود ستای انسان ها رو منع می کند ولی تعریف به معنای معرفی رسول اکرم در این آیه شده است و آنچه که در این آیه تایید و تصدیق می شود صحت کلماتی است که به عنوان آیات الهی از دهان رسول اکرم خارج می شود تضمین صداقت و اصالت اون بیانات است که به صورت آیات الهی از دهان او خارج می شود و اما لغت صاحب که نباید این لغت به فارسی صاحب ترجمه شود چون صاحب عربی با صاحب فارسی تفاوت بسیار دارد صاحب در فارسی معنای مالک می دهد من خاطرم هست که در قسمت های جنوبی ایران به اطباع انگلیسی و بقیه کسانی که شکل و شمایل اونها رو داشتند صاحب می گفتند. و حتی خاطرم هست که یک فامیل بزرگی در یکی از شهرهای جنوبی ایران یک راننده ای انگلیسی داشتند که خیلی مدت طولانی بود که در ایران بود و دلایل زیادی داره حالا که بیچاره شده بود و در اونجا اقامت کرده بود و چون فارسی هم میدانست و سالهای سال در اونجا زندگی کرده بود اون خانواده به دلایل زیاد او رو به عنوان راننده استخدامش کرده بودن نگاهش داشته بودن و باز هم او رو صاحب صدا میکردند یعنی ترک عادت نمیشد از ما که همیشه صاحب به عنوان مستر به عنوان ارباب به عنوان مالک خطاب می شود. و امروز هم در ادبیات فارسی صاحب برای مردم معمولی مثل من معنای مالک میده حالا ممکن است که برای کسانی که در بود حقوقی یا ابعاد فلسفی از کلمه صاحب به دلایل دیگری استفاده می کنند و به مقاصد دیگری ولی صاحب اینکه انقدر اینقدر تأکید میکنم روی این برای اینکه اساس ناموس کار قرآن رو تغییر میدهد با یک ترجمه اشتباه با یک بیدقتی در ترجمه قرآن اساس حکمت قرآن رو مهم میریزد و بدآموزی میکند و به جای اینکه قرآن معرف این باشد که هدایت و ارشاد افراد رو به عهده بگیرد و تأمین ارشاد بکند و ابزار و دلایل ارشاد تبدیل به کتابی می شود که مالکیت انسان رو بر انسان دیگر تضمین می کند یعنی قرآن تبدیل به کتابی می شود که رسول اکرم رو مالک من می داند. من هرگز مملوک رسول اکرم نیستم او هم هرگز مالک من نیست هیچ انسانی در قرآن مالک انسان دیگری نیست و کسانی که یا سریحن این معنا را انجام می دهند در قرآن می نویسند که صاحبکم صاحبکم یعنی که مالک شما و در بقیه ها صاحب صاحبکم یعنی صاحب شما صحبه در زبان عربی به معنای همدم شدن هم گام شدن همراه شدن هم نفس شدن نزدیک بودن دوست بودن رفیق بودن غمخار بودن اندرز دادن راهنمایی کردن و در ردیف دوم رابطه داشتن مغارب بودن خیشی داشتن رابطه دوستی شبه ازدواج که منجر به ازدواج می شود داشتن حمایت کردن و در واقع حتی معنی رابطه محرمیت، رابطه اختصاصی، رابطه فردی، رابطه زناشویی و یا رابطه ای که مساعدت بین افراد محرم رو نشان می دهد همه این مفاهیم رو در جملات مختلف ادبیات عرب می شود جستجو کرد از دیگر معانی ریشه صحبه که مصاحب و صاحب و صحبت و واجه های دیگری باشد در واقع اشاره به اطلاف اشاره به اتحاد اشاره به اجتماع اشاره به همکاری اشاره به تحذب ایجاد حزب کردن تیم درست کردن و اعضای یک ارکستر رو در زبان عربی در بعضی از کشورهای عربی مصاحب میگویند و میدانیم که ما تصاحب رو در فارسی به معنای تملک ازش استفاده میکنند حالا درست یا غلط در زبان فارسی این لغت به این روز افتاده همینطور که لغت به عنوان مثال قلیز رو ما در زبان فارسی به عنوان چیزی که از قلزت برخوردار هست مثلا چای رو که تو شکر زیاد میریزن میگن این قلیز شده یا شربتی رو که سفت میشه میگن قلیز شده در زبان عربی به پارچه زخیم قلیز میگویند این است که وقتی که ما لغات عربی رو به زبان فارسی آوردیم همونطور که تأثیر اونها در ما بوده ما هم در اونها تأثیر داشتیم و برای خودمون تأثیر داشتیم و معنی لغتی رو که استفاده می بایستی که در جای خودش و برای برداشت و استنباط مشترک با لغت اصلی ازش استفاده بکنیم از معانی دیگر مصاحب و یا صحبت و یا صاحب محافظت است دفاع است حفظ و حراست است حمایت است و معنی حافظ و معنی محافظ و معنی حامی می دهد وقتی که میگوییم صاحب شما یعنی کسی که حامی شماست کسی که حافظ شماست کسی که با شما رابطه دوستی دارد کسی که غمخار شماست کسی که آماده دادن نصیحت و اندرز به شماست و به طور کلی مفاهیمی است که از مجموع اونچه گفته شد می, شود که استنتاج کرد که صاحب چه معنایی می دهد سوگند و قسم به نجمه چون فرو می ریزد و چون پدیدار می شود و چون در چشم تو نزول می کند و پایین میآید قسم به همون نجمه ما زل صاحب کم ما که صاحب شما حالا صاحب رو صاحب معنی میکنیم که صاحب شما نه زلالت دارد نه گمراهی دارد و نه خصوصیات دیگری که ذکر شد اینکه این سوال مطرح می شود که به چه علت خدای تعالی تأکید می کند و یا سوگند یاد می کند و یا توجه می دهد به موضوع نجم و سقوط آن تا پس از این مبتدای معکد و بعد از این پایه و استدلال و دقت و اختار و تعلیم اعلام یک مطلب و یک موضوع و یک خبر را بنماید رابطه منطقی و موضوعی بین این مبتدا و بین این خبر چیست؟ این فرض و این استنتاج و این مقدمه و این مطلب و این پایه و این بنا به خاطر چیست یعنی این سوگندی که خداوند می خورد و این مطلبی رو که بعدا اعلام می کند چه ارتباطی با استنتاج نهایی دارد که از این سغرا کبرا از این مبتدا و خبر به اون مطلب باید ما برسیم همچنان که گفته شد قرآن اشاره به واقعیتی می کند که هم مشهود است و هم محسوس که در عین واقعیت و در عین اینکه قابلیت مشاهده دارد از نوعی عظمت و شکوه و جلال و شمول و همین طور قوتی برخوردار است که تنها باعث اعجاب و تهیر مشاهده کننده می شود. توضیحی در اینجا بین تعجب و تهیر وجود دارد که اکثرا ما این دو لغت و واژه رو در ردیف هم استفاده می کنیم. گویا اینکه در بعضی از موارد با هم همگام و همخان و هم معنا هستند اما تعجب معنای به اوج به آمدن و احساس غرور کردن از وقوع یک امری که دلیل اتفاق اون رو نمیدانیم یعنی یک اتفاقی افتد که علت وقوع رو ما نمیدانیم اما میدانیم که این اتفاق افتاده است عظمت علت وقوع حادثه رو به بزرگی خودمون تعبیر میکنیم من تعجب میکنم با وجودی که سه روز از غذا نخوردم چطور توانستم دو روز رانندگی کنم یعنی در واقع یک رابطه علی رو احساس ناشناسی میکند انسان بهش ولی در عین حال اعتبار و کردیت این کار رو به خودش میدهد که چون دلایل منطقی این کار مشخص نیست حتما دلیلش در قدرتی است که من دارم تعجب می کند به عجب می آید همان است انسان باز از یک رابطه ای که در عالم خارج اتفاق افتاده است نمی منطق علی ایجاد بکند اما در مقابل اون سر تسلیم فرود می آورد و احساس تحقیر می کند در مورد عظمت اون اتفاقی که افتاده است و در مورد چسر معلومات خودش نسبت به برقرار کردن رابطه منطقی و علی بین اون حادثهی که بیرون اتفاق افتاده و برداشتی که او در ذهن خودش کرده در واقع در این آیه قرآن اشاره می شود بعد از سوگند به اتفاقی که ما وقتی نگاه میکنیم هم برای بعضی ها ایجاد تعجب می کند، برای بعضی ایجاد تهیور می کند. کسانی که تعجب می کنند میشوند می شوند، منکر می شوند. کسانی که تهیور می کنند به حیرت میافتند اینها دنبال دلیل و معلول می روند و از اون طریق ممکن است که به شهود وجدانی برسند به معرفتی برسند که از وجود معلول به وجود علت پی ببرند و هرچقدر معلول مجللتر با شکوهتر و با عظمتتر باشد بیشتر به وجود عظمت در خالق اون معتقد می شوند و کسانی که از طریق تعجب نگاه می کنند در واقع بزرگی خودشون رو نتیجه دیدار همه این بزرگی ها می دانند و ما از هر دو گروه در جوامع بشری در همه تواریخ بسیار داشته ایم کسانی که تعجب می کنند فرعون می شوند کسانی که حیرت می کنند موسا می شوند در واقع مرز بین تعجب و تحیر مرز اندیشه و فکر و نحوه رفتار و برداشت عقلی و رفتاری است که در نوع فرعون و نوع موسا دیده می شود.